سفر دیر هنگام با فهرستی از شکایت ها. سفر رئیس جمهور کرزای به آمریکا آیا تنش ها میان کابل واشنگتن را پایان خواهد داد؟ دو انتخاب مناقشه برانگیز اوباما، چاک هگل وزیر دفاع و جان برنان رئیس سیا. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یواش خوش آمدید. رئیس جمهور کرزای در یک سفر رسمی به آمریکا رفت. سفری که به قول روزنامه واشنگتن پست، آقای کرزای فهرستی از شکایت هایی را که در سخنرانی هایش گفته با خود برده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان موضوعات اصلی این سفر را روند انتقال مسئولیت های امنیتی، سیاسی و اقتصادی، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، روند صلح و صحبت در رابطه با موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا گفته است. اما به نظر می رسد حساس ترین موضوع این سفر موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن است. آخرین سفر رسمی آقای کرزای به آمریکا در می سال 2010 انجام یافت که پس از آن تنش‌های زیادی در روابط دو کشور به وجود آمد. از این جهت نیز این سفر از اهمیت فراوان برخوردار است. رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد تیرگی روابط کابل واشنگتن بر روزنامه واشنگتن پست گفته است رئیس جمهور به این دلیل از آمریکا انتقاد می‌کند که در جلسات خصوصی آمریکایی‌ها به حرف‌های آقای کرزای گوش ندادند. کریم خورم رئیس دفتر رئیس جمهور بر روزنامه واشنگتن پست گفته بیشتر از این که ما به جهان نیاز داشته باشیم جهان به ما نیازمند است. آیا این بار رئیس جمهور کرزای حرفایش را بی‌پرده و انتقادهایش را رو در رو با آقای اوباما مطرح خواهد کرد؟ و آیا این بار آمریکا به حرف‌های آقای کرزای گوش خواهد داد؟ فضل الرحمن اوریا عضو ائتلاف ملی اینجا در استودیو برای بحث بیشتر با ما هستند. همچنان آقای قیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان هم تا دقایق دیگر به این بحث خواهند پیوست. آقای اوریا خیلی خوش آمدید. سپاس از دعوتتون. فکر می‌کنین که مهمترین بحث این سفر این موافقتنامه امنیتی است؟ چی خواهد شد روی این اون موارد پیش شرط هایی را که دولت افغانستان پیش از این تاکید کرده در پایان چی به دست خواهد آمد؟ اجازه شما باشه با یک مقدمه می‌خوایم به سوال شما پاسخ بگوییم. قاعده بازی های بزرگ در یک کشور در یک منطقه معمولا قدرت های بزرگ و بازیگرای بزرگ تعیین میکنه. بازیگرای درجه دوم، سوم، چهارم در او قاعده با رقابت میپردازه و کوشش میکنه منفعت های خود تامین بکنه. در افغانستان در طول 12 سال دیگه قاعده بازی را امریکا ترسیم کرده بود و در همین قاعده بازیگرای دیگه از خرد گرفته تا بزرگ بازی کردند. اما جایگاه حکومت در این بازی بزرگ یک جایگاه ضعیف و ناتوان بوده و نقش مخرب را بازی میکردند. اما حال که قاعده جدیدی را امریکا میخواهد ترسیم بکنه برای بازی های 10 سال آینده و خطوط این قاعده قبلا ترسیم شده، حامد کرزای و تیمش صلاحیت نداره این خطوط تغییر بده. به شکل مثال در لیسبون و توکیو فیصله شده که با چی پیمانه کمک های اقتصادی و نظامی با افغانستان صورت بگیره، توسط چی مراحل و توسط چی میکانیزم، و در قرارداد استراتژیکی که بین افغانستان و امریکا امضا شده در اونجا مشخص شده که مثلا اردوی افغانستان یا قوای مسلح افغانستان با هم سطح نیروهای نظامی ناتو تجهیز و تسلیح میکنه و در اونجا افغانستان به حیث دوست استراتژیک خارج از ناتو پذیرفته شده. پس همه چیز از قبل تعیین و ترسیم شده. مثلا نیروهای ناتو باید در سال 2014 از افغانستان خارج شود. موضوعات هست آقای اوریا که هنوز بی پاسخ مانده و دولت افغانستان قسمی که حالا آقای خورم گفته که آمریکایی‌ها در جلسات خصوصی به حرف آقای کرزای گوش ندادند. آقای کرزای هم همیشه آمده در اون نشست‌های خبری و حرفش را گفته و بیشتر این انتقادها سریع و ضد آمریکایی حتی بوده در بسیاری از موارد. ببین حامد کرزای تیمش و حکومتش در ختم قاعده بازی قرار داره که این قاعده در سال 2014 ختم میشه و با انتخابات قاعده جدید بازی آغاز میشه. پس در گذشته نقش حکومت منفی بوده، فقط حامد کرزای تلاش خواهد کرد که یک مقدار پاداش های حد اکثر در قاعده بازی جدید
یعنی در 10 سال آینده از حکومت امریکا تقاضا داشته باشه به حساب شخصی به حساب تیمشان. علی پیشرت های رئیس جمهور کرزای پیش از این گذاشته بود، مثلا اینکه دیگر هیچ زندانی متعلق به خارجی ها در درون خاک افغانستان نباشه، باید تمام این زندان ها برای دولت افغانستان داده شود، تجهیز نیروهای مسلح افغانستان و از این مسائل. فکر میکنین که جز این هم حرفای وجود داره؟ حرفای کاذب هست، به خاطر که قبلا تصویب شده که تمام زندان ها، تمام عملیات، رهبری عملیات تا به ختم 2013 باید به جانب افغانی تسلیم داده شود و قبلا تصویب شده که در کدام عرصه ها باید نیروهای نظامی ناتو و امریکا باید نیروهای افغانی را کمک بکنه، چی از لحاظ مادی، چی از لحاظ معنوی و چی از لحاظ تعلیم و تربیه و چی از لحاظ تسلیحات. روی این علت چیزایی که در اینجا حامد کرزی و حکومتش میگه این فقط به خاطر مغشوش ساختن اذهان مردم هست و بس. آقای خرم رئیس دفتر رئیس جمهور گفته با واشنگتن پست که بیشتر از اینکه جهان افغانستان نیازمند جهان باشه، این جهان است که نیازمند افغانستان است. فکر میکنین که با چه دل پر این چنین حرفی از دفتر ریاست جمهوری برمیاد؟ دو مقوله کاملا جدا وجود داره. جهان نیازمند افغانستان هست، افغانستان نیازمند جهان هست، در این هیچ شک نیست. اما آقای خرم گفته بیشتر از این که ما نیازمند باشیم جهان نیازمند هست که به افغانستان. این افغانستان است، اما در اینمی نیازمندی های متقابل جایگاه تیم حاکم در کجا هست؟ برای تیم حاکم جامعه افغانی چقدر نیازمندی داره و جامعه جهانی چقدر نیازمندی داره؟ در طول 12 سال گذشته نتوانستن نیازمندی های مردم افغانستان و نیازمندی های جامعه جهانی را این تیم پاسخ مثبت بگوید. بر این بنیاد بر تیم حاکم در بازی های جدید، در بازی های جدیدی که بعد سال 2014 باید در افغانستان با وجود بیاید، دیگه نیاز جامعه جهانی هم وجود نداره و نیاز جامعه افغانی هم وجود نداره. روی این علت ما گفته میتونیم که تا به انتخابات، در انتخابات که مرز دو قاعده بازی هست، عمر سیاسی تیم حاکم دیگه با پایان میرسه. اما اینا تلاش میکنه که پاداش های را باید در بعد سال 2014 به دست بیاره. آقای سجادی خیلی خوش آمدین با بس. این سفر رئیس جمهور با آمریکا پس از 2 سال انجام میرفت به عنوان یک سفر رسمی به دعوت ایالات متحده آمریکا. فکر میکنین که چقدر از اهمیت برخوردار است با وجود این تنشایی که پیش از این در روابط دو تا کشور وجود داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما بینندگان محترم. من فکر میکنم که مقطع زمانی که این سفر درش انجام میشه بسیار حساس هست و تحولات سیاسی که در این مقطع زمانی و از این تاریخ تا 2014 ما پیش رو داریم اهمیت این سفر را بیشتر می‌سازد. ما چند تا مسئله بسیار جدی رو داریم که بخش عمده ای از تحولات سیاسی افغانستان در تعامل با جامعه جهانی و بخصوص موقف و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا میتونه باشه. بحث پروسه صلح و مذاکره رو داریم، بحث انتقال مسئولیت امنیتی از نهادهای بین المللی به حکومت افغانستان رو داریم، بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و بالاخره بحث 2014 و خروج قوت‌های خارجی از افغانستان رو داریم. اما در محور تمام اینها بحث قرارداد امنیتی افغانستان و آمریکا رو داریم که من فکر می‌کنم که محور اساسی و موضوع اساسی است و طبعاً 4 مسئله دیگه ای که یادآوری شد تأثیرات خود را بالای انعقاد این قرارداد خواهد گذاشت و آقای رئیس جمهور کرزی تلاش خواهد کرد که برای امضای این قرارداد که یک از خواستهای اساسی جانب ایالات متحده آمریکاست به نوع دیدگاه های خاص خودش را به نمایندگی از حکومت افغانستان در امی 4 مسئله ای که من مطرح کردم روی جانب آمریکا بقبولانه و دیدگاه های خود را به کرسی بکشد. بله، رئیس دفتر رئیس جمهور گفته که آمریکایی ها پیش از این در جلسات خصوصی به حرف آقای کرزی گوش ندادن. این بار چه خواهد شد؟ آیا آمریکایی‌ها این بار گوش خواهند داد به آنچه که پیشنهادات آقای کرزی اون چیزایی که شما میگین هست؟ خب ببینید، این سخن خودش نیاز به تفسیر داره که چی بوده دیدگاه های آقای کرزی که آمریکایی‌ها در محافل خصوصی به او گوش نداده. یک طرف قضیه، طرف دوم حالا آقای خرم گفته که وقتی انتقاد میکنه رئیس جمهور در ملای عام در نشست های خبری، این به این دلیل است که آمریکایی‌ها در جلسات خصوصی به حرف آقای کرزی گوش ندادن. ما تحلیل ما است که موضع گیری های آقای کرزی آنچه که به صورت اعلانی در جلسات رسمی صورت میگیره بیشتر برای اعمال فشار روی جانب آمریکا
در ارتباط با گرفتن امتیازات روی عموم موضوعات پنجگانه یکی که من خدمت شما مطرح کردم. بحث قرارداد امنیتی که امضا میشه، در ذیل او آقای کرزای به عنوان رئیس جمهور افغانستان تلاش میکنه که دیدگاه های خاصی خودش را هم در رابطه با بحث انتخابات ریاست جمهوری و موقفی که او میتونه داشته باشه جانب آمریکا رو متقاعد بسازه که دیدگاه های آقای کرزای باید در انتخابات پیش رو باید مورد توجه قرار بگیره، و هم در ارتباط با مسئله پروسه صلح و مذاکره تلاش میکنه که به هر حال خواستهای خود را به جانب آمریکا بقبولانه. آن چیزی که به نام حفظ استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی افغانستان و گپای دیگه ای که مطرح میشه، اینا من فکر میکنم بیشتر ظواهر قضایی است، ولی در پشت سر این مفاهیم بسیار زیبا و ملی که طبعا هر افغانی از اونا حمایت میکنه، طبعا خواستهای خاصی وجود داره از سوی آقای کرزای و حلقه حکومت افغانستان که میخواد جانب حکومت آمریکا رو متقاعد بسازه برای که به او خواسته توجه صورت. ولی سوال اصلی اینجاست که آیا آمریکا این بار تن خواهد داد به چنین خواستهای پیش از این هم مطرح شده؟ من فکر میکنم که با توجه به اهمیت امضای قرارداد امنیتی برای جانب ایالات متحده آمریکا، اونا ناگزیر بخشی از خواستهای کوتاه مدت جانب افغانستان و شخص آقای حامد کرزای را مورد توجه و ملاحظه قرار خواهد داد. آقای اوریا، از روی ناگزیری شما هم فکر میکنین که آمریکایی‌ها تن به تن با آنچه خواستهای آقای کرزای است؟ و قبل عرض کردیم که آقای کرزای خواهان پاداش خواهد بود که از آمریکا باید پاداش بگیره. آیا آمریکا حاضر خواهد شد که این پاداش رابطه با آقای کرزای؟ پاداش خود حد اکثر مطرح میکنه. یک، سهم حامد کرزای در انتخابات قسمی که اینا توضیح کردن که آیا میتونه کسی را، کدام کسی را حمایت بکنه یا کدام کسی را کاندید بده؟ آیا حامد کرزای بعد از سال 2014 حکومت بعدی از این حساب و کتاب خواهد خواست یا نه؟ آیا از کابینش حساب و کتاب خواسته میتونه یا نمیتونه؟ آیا در این 10 سالی که گذشته و ناملایمت هایی که با وجود آمده، این حکومت بعدی میتونه از حامد کرزای حساب و کتابش بخواه؟ یعنی حامد کرزای از امریکا تقاضا خواهد کرد که در پروسه های بعدی ای به نحوی از آنها باید سهم داشته باشه، مسئولیت قانونی و قضایی داشته باشه. خب، سوال اینجاست آقای یوریا، آیا آمریکایی‌ها تن خواهند داد به این درخواست ها؟ ما عرض میکنیم و دیگه حامد کرزای و تیمش تقاضا خواهد کرد که هستی های مادی و معنوی باد آوردی اینا باید محفوظ باقی بمانه. حال امریکا چقدر از این را میپذیره و چقدرشان نمیپذیره؟ ما فکر میکنیم که حداقل خواسته هایش ممکن امریکا پذیرفته بتانه، مگر همه خواسته هایش برمیگرده با دولت و رئیس جمهور بعدی که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به وجود میاد. این صلاحیت اون حکومت خواهد بود که آیا از حامد کرزای و تیمش حساب و کتاب بخواه یا نخواه، آیا برای هستی های مادی و معنوی از این مسئولیت قضایی و قانونی بته یا نته. بر این بنیاد امریکا به خاطر که مناسباتش با حکومت بعدی خرابتر نشوه و یا خدشدار نشوه، ما فکر نمی کنیم که این خواسته های حامد کرزای از جانب امریکا به طور علنی و صریح پذیرفته شوه. آقای سجادی، افغانستان در یک وضعیت ویژه قرار داره و 2014 هم از راه میرسه. مسئله مهمی که حالا برای بودن سربازان آمریکایی مطرح است، همون مسئولیت قضایی است که پیش از این هم رئیس جمهور کرزای به صراحت اینو مطرح کرد. فکر میکنین که در این مورد دیدگاه های افغانستان تغییر خواهد کرد یا دیدگاه ایالات متحده آمریکا کدام یک کوتاه خواهند آمد؟ من فکر میکنم که با کمال تاسف در این چانه‌زنی دو طرف در وضعیت برابر قرار نداره. دو طرف درک مشترک هم از منافع مشترک ندارند. آمریکایی‌ها دنبال یک چیز است، آقای رئیس جمهور کرزای دنبال چیزی دیگه است. با توجه به این دو مسئله، من فکر میکنم که آمریکایی‌ها در نهایت حاضر خواهد شد امتیازات اقتصادی را که حکومت افغانستان مطالبه میکنه برای کمک‌های اقتصادی توسعه‌ای افغانستان در دراز مدت، اینا را تعهد خواهد کرد، یعنی خواهد پذیرفت، برایشان زیاد سخت نخواهد. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری بسیار سخت خواهد بود که آقای که جانب آمریکا بپذیره و آقای کرزای را مطمئن بسازه بر این که از او یا از تیم او حمایت خواهد کرد، برای از اینکه آمریکایی‌ها در این ارتباط نمیتونه منافع دراز مدت خود را قربانی یک بازی کوتاه مدت بسازه.
اما نکته ای که در سوال شما مطرح شد، من فکر میکنم که جانب آمریکا با توجه به تجربیاتی که در کشورهای دیگر داره، هم در ژاپن داره بعد از جنگ جهانی که اونا قرارگاه های نظامی ایجاد کرد، در یمن، عربستان سعودی، بعض کشورهای دیگه قرارگاه های نظامی که داشتن تا هنوز در واقع پایبند بوده روی ای که این قراردادها همه در چوکات اونمو کاپیتالاسیون یا مسئولیت قضایی نیروهای نظامیشان صورت گرفته. بسیار بعید خواهد بود که در مورد افغانستان جانب آمریکا بر سر این مسئله کوتاه بیاید، ولی از این طرف نشانه های وجود داره بر ای که اگر بخشی از مسائل و خواستها مطابق وفق تحلیل رئیس جمهور کرزی پیش بره، من فکر میکنم که اینا از این طرف متقاعد خواهد شد که امور رویه کشورهای دیگر در افغانستان هم بپذیرند. آره، یکی از مسائلی را که رئیس جمهور کرزی مطرح میکنه مسئله تجهیزات نظامی به افغانستان است و حتی مطرح کرده که گزینه های دیگه هم پیش رو دارد، مثل روسیه، مثل هند، مثل چین که از اینها استفاده خواهد کرد. فکر میکنین که ایالات متحده در این بخش کمک خواهد کرد و تجهیزات لازم را به ارتش افغانستان خواهد داد؟ خب ببینید، قبلا هم این در صحبت‌های آقای رئیس جمهور کرزی بسیار جدی مطرح شد، بس محور بدیل به جای ایالات متحده آمریکا. خب اگر وضعیت افغانستان به گونه می بود که یک تعامل سازنده و مثبت را در منطقه میتونست ایجاد بکنه، یک فرمول منطقه‌ای برای حل مشکلات امنیتی افغانستان ما ایجاد کردن میتونستیم، این فرمول رای حل منطقه‌ای بهترین آلترناتیو و جایگزین برای فرمول فرامنطقه‌ای یعنی ایالات متحده آمریکا میتونست باشه. اما متاسفانه با توجه به چالش هایی که حکومت افغانستان و مجموع وضعیت امنیتی افغانستان در منطقه داره، با مسئله پاکستان به خصوص، و ما هنوز نتونستیم که یک جایگزین منطقه‌ای را ایجاد کنیم برای او فرمول فرامنطقه‌ای، بسیار دشوار خواهد بود که به هر حال ما در عمل آقای رئیس جمهور رو بتوانیم این گونه ببینیم که بره به او سمت پیدا کردن محور جایگزین به جای ایالات متحده آمریکا. نکته مهمتر ایست که جانب ایالات متحده آمریکا بسیار به سادگی نمیشه قبول کرد که وضعیت افغانستان رو به همین گونه که هست رها بکنه، در اختیار رقبای خودش قرار بده. به هر حال آمریکایی‌ها نسبت به چین، نسبت به روس، حتی نسبت به هند و ایران حساسیت ها و نگرانی های خاصی خودش را داره. من فکر میکنم که اونا تا نهایت تلاش خواهند کرد که همچنان جایگاه خود را تثبیت بکنه در منطقه. ولی آقای یوریا، چرا تا هنوز تجهیز نکرده ایالات متحده آمریکا و پس از این آیا تجهیز کرد نیروهای افغان را؟ ضعف حکومت و ضعف مدیریت در حکومت باعث از این شده که نیروهای مسلح افغانستان رشد لازم نداشته باشه و تسلیح کافی نداشته باشه، یعنی ضعف مدیریت سیاسی در افغانستان. هرگاه بعد از سال 2014 بر بنیاد انتخابات ما مدیریت قوی سیاسی داشته ولی باشه، همیشه دولت افغانستان اطمینان داد از این که این نیروها جایگزین خوبی برای نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در افغانستان است. تنها مشکل اینها مشکل تجهیزات است. گونم حالا اون گزینه هایی را رئیس جمهور مطرح کرده که در صورتی که ایالات متحده کمک نکنه اونجا دست خواهد زد. کاذب بوده. ببینین، حکومت افغانستان پاسترین حکومت دنیا هست. حکومت افغانستان معتادترین حکومت افغانستان است. افغانستان برای زن، برای طفل بدترین جایگاه در دنیا هست. روی علت عمل کردی این حکومت و تیم حاکم با گفتارشان در تناقض عمیق قرار داره. بر این بنیاد گفته میتونیم که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که تیم جدید سیاسی با وجود میاد، اونا آن توانمندی را خواهد داشت که بازی های بزرگ هم در درون کشور و هم در منطقه مدیریت و سازماندهی بکنه. اما چیزی که عرض میکنیم مربوط به مسئولیت قضایی سربازان امریکایی میشه، رئیس جمهور بدون چون و چرا با چشم پت او را امرش میپذیره و امضا میکنه. اما با چه شرطی؟ شرایطش فقط خواسته های شخصی و تیمی خواهد بود و هیچگاه خواسته های ملی. اگر اینطور باشه، اون تیم آیندی را که شما از اون خبر میتین دیگه از اونم خبری نیست. بله، اگر ایالات متحده تن به تبع این خواسته های رئیس جمهور، رئیس جمهور کوتاه بیاید برای امضای این پیمان، در اون صورت رئیس جمهور این پیمان را امضا میکنه. قبلا تعهد سپرده که در سال 2013 امضا خواهد کرد و کسی بخواه نخواه مسئولیت قضایی را هم به یک شکل خاصی برشان خواهد داد. اما تیم جدید در قاعده جدید، در بازی جدید، در سال 2014 در یک انتخابات شفاف با وجود میاد که
ولی اگر چون این معاملاتی در پشت سر باشه چی امیدی میتونه ما فکر نمی‌کنیم که برای که انتخابات برگزار بشه که امریکا با این تیم بعداً وارد معامله و زد و بند شوه که او اثرگذار باشه با حکومت و دولت بعدی افغانستان با بازی هایی که بعداً در افغانستان صورت میگیره که او بازی ها نقش امریکا را در افغانستان و در منطقه تضعیف بسازه بر این بنیاد در قاعده جدید بازی که در سال 2014 به بعد شروع میشه بازیگران جدید وارد خواهد شد جایگاه بازیگران قبلی برخیاش تضعیف خواهد شد و برخیاش از بازی خارج خواهد شد بر این بنیاد ضرورت بر آن است که ما حکومت و دولت نیرومند داشته باشیم بعد از سال 2014 و به این تیم حاکم که 12 سال بر مردم فساد و جنگ تحمیل کرده حساب و کتاب باید صورت بگیره و امریکا با هیچ شکل این امتیاز به این تیم حاکم نمیده که اینا را مافوق حساب و کتاب و مافوق قانون بعد از سال 2014 قرار بده. آقای سجادی شما موافق هستین که این تنش ها هم برچیده خواهد شد و یک تغییری هم به میان خواهد آمد پس از 2014 و آمریکا هم به دنبال انتخابات و این مسائل ببینید هست. من فکر میکنم که در تحلیل مسائل افغانستان ما دو متغیر یا دو فاکتور رو باید توجه بکنیم. یک برمیگرده به ما افغان ها و حکومت افغانستان، چیزی که از ناکامی و خدمت عرض کنم که عدم کارآمدی حکومت افغانستان صحبت میشه، اما طرف دیگر هم منافع و خواست و اهداف ایالات متحده آمریکاست. ما تحلیل ما است که افغانستان جز کشورهای کوچک و توسعه نیافته است که بیشترین تأثیر پذیری را از نظام بین الملل و قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا داره. ولی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته که بیشتر از این که ما به جهان نیاز داشته باشیم جهان به ما نیاز دارد. خب اینا رو بیشتر ببینید، اینا با فرمولای سیاست بین الملل زیاد سازگاری نداره. این سخنایی سخنا بیشتر سخنان شعاری و تبلیغاتی به نظر میرسه. واقعیت ایست که در چانه‌زنی های بین المللی که دو طرف روی میز نشسته، این قدرت ملی کشورهاست که قدرت چانه‌زنی برای اونا اعطا میکنه و میته. کشوری که در اکثر مسائل خود وابسته به کمک های جامعه جهانی و بین المللی است، تا چه اندازه قدرت چانه‌زنی و مانور خواهد داشت؟ بسیار روشن است. لذاست که من میگم که در تحولات بعدی ما و حتی در این چانه‌زنی ها و بعد از دیدار رئیس جمهور کرزی با آقای اوباما، من فکر میکنم که اهداف و خواست جانب ایالات متحده آمریکا بیشتر حائز اهمیت است. من متاسفانه هنوز در مورد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در افغانستان و منطقه یک انتباه و یک دید روشن ندارم. ما باور ما است که اگر هدف مبارزه با تروریسم و ایجاد یک نیروی افغان قوی و تجهیز شده به سلاح‌های روزمی بود، باید جانب ایالات متحده آمریکا تاکنون اقدام میکرد. ولی اما آقای یوریا میگن که این از ضعف حکومت بوده. ببینید همه بحث ضعف حکومت نیست. بله یک طرف بحث ضعف حکومت هست، اما از طرف دیگر ببینید ما در طول این مدت نگاه بکنیم که همین اندازه ای که توجه روی اردوی ملی افغانستان صورت گرفت، ما یک مقدار تحولات را در اردوی ملی افغانستان مشاهده کردیم. اگر اردوی ملی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان به سلاح‌های مدرن تجهیز میشد و آموزش داده میشد و تعلیم داده میشد، طبعا خودباوری ملی برای افغانها بیشتر ایجاد شده میتونست، طبعا اینا قدرت بیشتر برای مهار تروریستان را پیدا میکرد. بنابراین ما باور ما ایست که این بازی ها برای یک مدت ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که ایالات متحده آمریکا او اهداف را که در منطقه تعقیب میکنه به او اهداف دست پیدا بکنه. واقعی اوریا اگر کوتاه بفرمایید که آیا تنش ها پایان خواهد یافت با این سفر رئیس جمهور به آمریکا؟ ما فکر میکنیم که تنش های جدی بین حامد کرزی و آمریکا وجود نداره و حامد کرزی از او دایره را که آمریکا ترسیم کرده و یا میکنه نمیتواند خارج شود، بر این بنیاد در چارچوب همون دایره در این 12 سال منافع شخصی خود تعبین کرده و بعدا هم در پی تامین منافع شخصی و گروهی خود خواهد بود. سپاسگزارم. قیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان و فضل‌الرحمن اوریا عضو ائتلاف ملی از حضور شما در این بحث. و باراک اوباما چاک هگل را به عنوان وزیر دفاع آینده و جان برنان معاون ضد تروریسم خود را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی کرد. دو انتخابی که مناقشات زیادی را در دومین دور ریاست جمهوری وی بعد دنبال خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، چاک هگل حتی پیش از این که به عنوان کاندیدای پست وزارت دفاع آمریکا عنوان شود، با انتقادهای شدید از سوی جمهوری خواهان کنگره که معتقدند این سناتور سابق گرایشات ضد اسرائیلی دارد
و موضوع نرمتری در برابر ایران اعلام داشته است. برنان که برای 25 سال سابقه فعالیت در سازمان سیا را داشته است، در سال 2008 به دلیل مناقشاتی که بر سر ارتباط وی با شیوه خشن بازجویی در دوران ریاست جمهوری دولت جورج بوش به وجود آمد، با انتقادات زیادی روبرو بوده است. هگل و برنان به همراه جان کری که برای نامزدی پست ریاست امور خارجه در نظر گرفته شده است، وزارت امور خارجه با پوزش نقشای کلیدی را در اجرای اولویت‌های امنیت ملی اوباما در دومین دور ریاست جمهوریش ایفا خواهند کرد. در مورد هگل اوباما گفته است که امیدوار است سنا تایید قابل توجهی از وی داشته باشد. این در حالی است که قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا انتقادات تندی را علیه وی و تمایلات ضد اسرائیل وی داشتند و میگویند که انتظار دارند هگل موضع جدی‌تری و تندتری علیه ایران داشته باشد. هگل 66 ساله که جمهوری خواه میانه رو است، یکی از حامیان جدی تلاش برای وارد کردن ایران با میز مذاکره صلح در افغانستان است. هگل و برنان هر دو رابطه بسیار نزدیک با اوباما دارند. برنان 57 ساله سابقه ربع قرن خدمت در سازمان سیا را داشته و به عنوان رئیس این سازمان در عربستان سعودی فعالیت کرده است و همچنین معاون مدیر اجرایی سازمان سیا در دولت بوش بود. وی در سازمان سیا در دوران بوش با انتقادهای زیادی از سوی لیبرال ها روبرو بود. انتخاب هر سه این افراد باید با تایید سنا برسد که به نظر می رسد با مناقشاتی که وجود دارد کار دشواری باشد. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار.